مدیرانی تلویزیون و رادیوی بی بی سی اعلان کردند که پس از 82 سال بخش فارسی رادیوی بی بی سی را بستند. این رادیو که قبلا در تاجیکستان هم دفتر داشت، یکی از رسانه‌های معروف در بین فارسی زبانان بود و میلیون ها مخاطب و شنونده داشت. چرا با وجود این همه بخش فارسی بی بی سی را بستند؟ این سوال را با خبرنگاری بخش فارسی داریوش رجبیان در میان گذاشتیم. خب اینکه چرا بخش فارسی رادیوی بی بی سی رو بستند سوالی هست که البته از مقام های رد بالای بخش جهانی باید کرد، بخاطر اینکه اونها بودن که تصمیم رو گرفتن و خیلی ها در داخل بخش فارسی هم با این تصمیم موافق نبودن و فکر میکردن که احتمالاً رادیو همچنان برد فراخی داره در کشورهای مثل ایران، افغانستان، آسیای میانه، ولی متأسفانه این تصمیم گرفته شد به دلیل اینکه از ماه سپتامبر 2022 مدیریت بخش جهانی بی بی سی تصمیم گرفته که یکی راهبرد جدیدی رو پیشه بکنه به اسم اول دیجیتال و بیشتر سرمایه گذاره ها روی رسانه های دیجیتال خواهد بود و روی شبکه های اجتماعی و همینطور تلویزیون فارسی بی بی سی که همچنان هست و آنلاین که یعنی بخش تارنمای بی بی سی فارسی همچنان موجوده روی اون سرمایه گذاری خواهند کرد و به همین دلیل هم تصمیم گرفتن که این بخش رو بعد از بیش از 82 سال فعالیت یعنی بخش رادیو رو تعطیل بکنن. سوال بعدی از داریوش رجبیان این بود که اکنون مخاطبانی رادیوی بی بی سی از کجا می توانند گزارش و اطلاع این بخش را به دست بیارند؟ همونطور که پیشتر هم اشاره کردم از این به بعد هم می شود خبرهای بی بی سی را دنبال کرد از طریق تارنمای بی بی سی persian.com و همینطور از طریق تلویزیون بی بی سی فارسی و با توجه به اینکه اکنون رادیو وجود ندارد و همچنان سرمایه گذاری های بیشتری هم صورت گرفته انتظار اون هست که باز هم کارهای بیشتری انجام بدند و به خصوص در بخش دیجیتال و اینکه چگونه اون خلایی رو که پدید اومده با رفتن رادیوی فارسی بی بی سی میشه پر کرد همچنان در دست بحث و صحبت ها هست و به احتمال خیلی زیاد یک پادکستی خواهد بود که جای اون رو پر خواهد کرد، برای اینکه اون در واقع خلک بین دو بخش خبری به وجود اومده و خیلی وسیع هست پر بشه، ولی طبیعتا سایت ما یا تارنمای بی بی سی persian.com 24 ساعته فعال هست و تلویزیون هم اونطوری گفتم فعال و از اون طریق میشه خبرهای بی بی سی رو دنبال کرد. داروش رجبیان خبرنگاری بخش فارسی بی بی سی با سوالهای رادیو زودی در برای سببهای بستن بخش فارسی رادیوی بی بی سی شرکت تلویزیون و رادیوی بریتانیا صحبت میکرد.